این روزها از هر گوشه ایران صدای اعتراض به گوش می رسد. دسترسی نداشتن به آب، قصی برق، بیکاری، گرانی، ناامنی، مرگ و میر ناشی از کرونا، خدمات درمانی ضعیف، اختلاف طبقاتی عمیق و غیره باعث شده تا هر روز بخشی از مردم ایران تظاهراتی اعتراضی برپا کنند. اما آنچه در این دور از اعتراض ها جلب نظر می کند آن است که رهبر و اصل نظام جمهوری اسلامی به هدف اصلی شعارها تبدیل شده است. در واقع برخلاف اعتراضات گذشته دیگر مردم محتاطانه شعار نمیدهند و حسابها را جدا نمی کنند. شعارهایی مانند مرگ بر جمهوری اسلامی، مرگ بر اصل ولایت فقیه، مرگ بر خامنه ای نشان می دهد که افکار عمومی مسئولیت همه چیز را با شخص اول کشور و راه حل مشکل را تغییر نظام می داند. حال پرسش اینجاست. آیا حتی برکناری یا استعفای فرضی علی خامنه ای می تواند کلیت نظام جمهوری اسلامی را از خشم عمومی نجات دهد؟ در سالهای گذشته پروپاگاندای رسانه‌ای حکومت تلاش کرده است تا حساب رهبر جمهوری اسلامی را از سایر ارکان نظام جدا کند هر زمان مشکل ایجاد میشد یا ناکارآمدی در یکی از بخشهای نظام به چشم میآمد به سرعت بازوی تبلیغاتی حکومت که از غذا مدیرانش از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می شوند تمامی تلاش خود را به کار می بستند تا مسئولیت مشکلات را به دولت یا مدیر آن بخش تقلیل دهند تبلیغاتی که حول محور علی خامنه ای شکل گرفته است او را منتقد وضع موجود جلوه می دهد گویی رهبر جمهوری اسلامی هیچ گونه مسئولیتی ندارد ادعای اینکه علی خامنه ای فردی اجرایی نیست و از این رو در شرایط فعلی دخیل نیست حرفی است که هر بار از سوی مدافعان او شنیده می شود در مقابل مخالفان وضع موجود مسئولیت بخش بزرگی از مشکلات و بحرانهای فعلی را با رهبر جمهوری اسلامی می دانند آنها برخلاف حرف های مدافعان رهبر می گویند که بر مبنای قانون اساسی جمهوری اسلامی رهبر نظام قدرت بسیاری دارد او میتواند فرماندهان ارتش و سپاه رؤسای قوه قضاییه و سازمان صدا و سیما امامان جمعه که هر هفته در سراسر سر کشور تریبون دارند و اعضای شورای نگهبان را منصوب کند زیرا شش عضو به طور مستقیم و شش عضو به طور غیر مستقیم با نظر او تعیین می شوند. به جز این موارد برخی از اعضای کابینه دولت نیز با نظر رهبر جمهوری اسلامی تعیین می شوند. وزیر دفاع، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر امور خارجه و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی رهبر تعیین شود. در حالی که دفتر علی خامنه این موضوع را تکذیب می کرد، اما در مرداد 1388 حمید رضا حاجی بابایی عضو وقت هیئت رئیسه مجلس و نزدیک به جبهه پایداری در مورد انتخاب وزرای دفاع خارجه و اطلاعات گفت انتخاب وزیران اطلاعات کشور امور خارجه دفاع و فرهنگ و ارشاد اسلامی باید با هماهنگی مستقیم خامنه ای باشد پس از آن دفتر علی خامنه ای نیز تأیید کرد که رویه ثابت در همه دولت ها هماهنگی با رهبری در انتخاب وزیران دفاع امور خارجه و اطلاعات بوده است و این هم حسب تکالیفی است که در قانون اساسی برای رهبری در امور سیاست خارجی و دفاعی امنیتی تعیین شده است بنابراین وقت آن است که بر اساس قدرتی که قانون اساسی به رهبر جمهوری اسلامی داده است او در عمل می تواند همه امور کشور را مدیریت کند مجموعه اقتصادی آستان قدس رضوی بنیاد 15 خرداد بنیاد مستضعفان بنیاد برکت بنیاد مسکن ستاد اجرایی فرمان امام سازمان اقتصادی کوسر کمیته امداد و بنیاد علوی بخشی از مؤسسات اقتصادی هستند که رهبر جمهوری اسلامی ایران بر آنها حکم میراند. هر یک از این نهادها و بنیادها چندین هلدینگ مؤسسه و شرکت زیرمجموعه نیز دارند که حوزه نفوذ آنها را به صورت شبکه ای در سراسر ایران و در بخش‌های مختلف اقتصادی کشور مانند بیمه، نفت و گاز، پالگشگاه ها تولید و واردات دارو، صنایع غذایی، ساخت و ساز، جاده سازی، پل و صد سازی، صرافی، سیمان و فولاد گسترش داده است. به جز این بنگاه های اقتصادی که به صورت مستقیم در اختیار رهبر جمهوری اسلامی ایران و دفتر او قرار دارند، او مدیریت مؤسسات اقتصادی و مالی وابسته به نهادهای امنیتی و نظامی را نیز در کنترل خود دارد. شرکت های اقتصادی وابسته به وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، گمرک های اختصاصی تحت کنترل سپاه و قرارگاه سازندگی خاتم اولمبیا بخش مهمی از این مؤسسات و گلوگاه های هند که رهبر ایران با واسطه بر آنها تسلط دارد. محسن صفایی فراهانی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی که پیشینه عضویت در هیئت مدیره بسیاری از بنگاه های اقتصادی کشورانیز در کارنامه خود دارد در این باره گفته است که خامنه ای کنترل حدود 120 نهاد، ارگان و بنیاد مختلف را در اختیار دارد که فعالیت اقتصادی آنها 50 درصد از تولید ناخالص ملی ایران را شکل می دهد. بهزاد نووی وزیر صنایع سنگین در دولت میرحسین موسوی و نماینده مجلس در دور ششم در مصاحبه ای گفته بود که 60 درصد ثروت در ایران در اختیار چهار نهاد زیر فرماندهی خامنه است که هیچ کدامشان ارتباطی با دولت و مجلس ندارند از میزان واقعی مجموعه دارایی های نهادهای تحت فرماندهی خامنه اطلاع دقیقی در رسانه ها منتشر نشده است در آبان ماه سال 92 رویترز در گزارشی تنها دارایی های ستاد اجرایی فرمان امام را افزون بر 95 میلیارد دلار تخمین زده بود. تسلط و این حصار رهبر جمهوری اسلامی ایران بر نیمی از ثروت ایران در حالی اعمال می شود که او با هر گونه مداخله و ورود نهادهای قانونی مانند سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و حتی مجلس خوبگان رهبری برای بررسی عملکرد این نهادها و سازمانها به شدت مخالفت می کند. کاهش و اختیارات رهبر و توضیح آن به سایر نهادها و پاسخگو کردن تمامی نهادهای سیاسی کشور به خصوص شخص اول کشور و همچنین باز کردن راه بازنگری دوره ای در اصول قانون اساسی از جمله مواردی است که دستکم بین تمامی افراد منتقد وضع موجود مورد توافق است شاید برکناری علی خامنی بتواند به عنوان یک مسکن موقت عمل کند اما بدون تغییر بنیادی در قانون اساسی و ساختار سیاسی کشور بحران ها حل نخواهد شد به عبارت دیگر انتخاب شعارهای این روزهای مردم معترض بسیار هوشمندان است آنها هم شخص علی خامنه ای را به عنوان یک رهبر مادام العمر نمیخواهند و هم معتقدند ساختار سیاسی جمهوری اسلامی ظرفیت بهبود وضعیت را ندارد در حقیقت تا زمانی که قانون اساسی جمهوری اسلامی اصلاح نشود امکان بهبود شرایط وجود ندارد سپاس از اینکه کانال زندگی ایدئال رو انتخاب کردین فراموش نکنید که کانال رو سابسکرایب کنید و با لایک و اشتراک ویدیوها از ما حمایت کنید پیروز باشید تند و تندرست